با درود به همه دوستان و یاران پروژه لئون و درود و خوش آمدگویی به لئون عزیز، از طرف خودم و دیگر دوستان از ایشون سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو در دانشگاه پذیرفتن. خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم و باور دارم که جلسه بسیار پرباری خواهیم داشت. همونطور که میدونید ایشون پس از چند سال فعالیت مستمر در چند ماه اخیر به دلیل شرایط خاص و عجیبی که براشون پیش اومد در صحنه سیاسی حضور نداشتن. در طول این مدت اتفاقهای زیادی افتاده، رخدادهای بسیاری رو داشتیم که با پیشبینی‌های ایشون همخونی داشته. چه در مورد افراد، اکتیویست‌ها و فعالین و چه رخدادهای جهانی در سیاست که سوالات و بعضاً نگرانی‌هایی رو برای هموطنانمون به وجود آورده. پرسش‌های از طرف هزاران تن هم‌میهن مطرح شده، به طرق مختلف پرسیده شده که خب طبعاً به دلیل شرایط خاص ایشون امکان پاسخگویی به اونها وجود نداشته. امروز 8 سپتامبر این موقعیت پیش اومده تا همراه با لئون باشیم و به این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. با توجه به اینکه به سالگرد مهسا نزدیک میشیم و همچنین پیش‌بینی‌های قبلی لئون، نظرات و دیدگاه‌های ایشون از اهمیت زیادی برخورداره و میتونه تعیین کننده و راهبر باشه. لئون عزیز، درود بر شما، خوشحالم که همراه با شما هستیم. به عنوان اولین پرسش میخوام که از خودتون بگین و احوالتون، شرایطی که داشتید، مدتی که نبودید و هر آنچه که خودتون میخواین به هم میهنانمون و یاران پروژه لئون بگین. درود دارم بر شما و سپاسگزارم از دعوت شما. امیدوارم شما هم خوب باشید. در خدمت شما هستم و طبعا جلسه خیلی خاصی خواهد بود، نمیدونم، بستگی به پرسش های شما داره. و عرض ادب دارم خدمت همیهنان و یاران پروژه لئون که توی مدت واقعا خیلی به من لطف داشتن. شرایطی برای من پیش اومد که حالا قابل بازگو نیست، چون بازگفتنش واقعا به صلاح نیست، ولی خب تمام تقریبا همه بچه پروژه لئون توی مدت ایستادند و بودند و هستند و من از همشون سپاسگزاری میکنم و همه رو در آغوش میگیرم و امیدوارم و میدونم جلسه امروز جلسه بسیار مهمی است به نظرم، چون ما الان 17 شهریور هست، چند روز بیشتر نداریم تا سالگرد مهسا و با تمام وجود مشکلاتی که هست من وظیفه خودم دونستم که دعوت شما رو قبول کنم بیام خدمتتون، با اینکه توی مدت مجبور شدم، ناخواسته، در انتخاب خودم نبود که یه جورایی سکوت کنم یا فعالیت نکنم، چون متاسفانه خیلی افراد، ارگان‌های زیادی که قبلا توضیح دادم تو برنامه‌های چند ماه پیش، آخرین برنامه ما شاید 29 خرداد بود تا الان توضیح دادم که متاسفانه نشد باشم و بیشتر نمی‌خوام وارد قضیه شم. الانم حالم خوبه و وظیفه هر کدوم به ما هست که تو مسیری که هستیم هزینه بدیم و هیچ چیزی راحت به دست نمیاد. امیدوارم که و خوشحالم تو این مدت دو و نیم سه سال ما در پروژه لئون تونستیم مسیری رو پیش بگیریم که الان به نظر من یاران پروژه لئون واقعا افرادی هستند که در کنار میهن پرستی، در کنار عشقشون به ایران، آگاهن از اتفاقاتی که میفته و ما اومدیم خیلی چیزها رو پیش بینی کردیم، نه پیشگویی، و خیلی هاشون رخ دادن و روزهای خیلی خاص و حساسی هست. من هستم خدمتتون و امیدوارم که حالا در جریان سوالای شما همه چیز روشن بشه که ما الان چندیم یه جورایی. من مجددا ازتون سپاسگزاری میکنم و خوشحالم که حالتون خوب هستش، انشاءالله که همیشه خوب باشین. پرسش بعدی در مورد اهمیت 25 شهریور هستش که خب ذهن خیلی از هموطنان رو مشغول کرده و اینکه از نظر شما چقدر حائز اهمیت هستش این روز، راه پیروزی از نظر شما چیه و اینکه برای سال روز مهسا چه باید بکنیم. سوال خیلی مهمی است و خیلی کلی است و خیلی هم میشه در موردش دیتیل وار صحبت کرد. اگه یادتون باشه من تو برنامه هام، حالا یا شورت بودن یا برنامه بلند مدت، مدام تکرار کردم در یک سال اخیر که جنبش زن زندگی آزادی، که البته گفتن این واقعا در کنار شجاعت نیاز به این داره که شما بتونی پشت حرفت بیستی و بگی چرا. من اومدم گفتم جنبش زن زندگی آزادی در میانه راه توسط میهن پرستان به دست گرفته شد و همین خودش خیلی کیاتیک هست، چرا که میشه توی سوال زیادی در آورد. و واقعا کسانی که به دنبال این بودن که من مجددا میگم که تا اپریل 2023 ایران رو تجزیه بکنن قبل از اون ریست اقتصادی در غرب
و موفق نشدن و دستآمد اون رو داریم در مثلا بالهای این جریان میبینیم که یکی از بالهاش گنداب رسانه است که میبینیم پس از به دست گرفته شدن انقلاب یا جنبش و تبدیلش به انقلاب ملی، یکی یکی تمام کسانی که باعث مثلا به عنوان رسانه ایرانیس نشنال میان در برابر انقلاب ملی میستند، مجریاشون و درونشون و انتقال این تلویزیون به امریکا کلن. منظورم اینه که حالا جزئیات هم بخواین بپرسین خواهم گفت که خیلی ها سعی داشتن، ارگانهایی بود و از قبل برنامه ریزی شده بود که ما این رو در تعداد، نحوه، چگونگی و نحوه انتخاب میهمانهای ایرانیت نشنال میبینیم که انگار اینا از یه چیزای خبر داشتن و این میاد حرف منو ثابت میکنه که این یک پلنی بود برای تجزیه ایران که میشه گفت کانتر اتک خوردن، ضد حمله خوردن توسط میهم پرستان. و این نشون میده الان به نظر من شکست کامل گنداب رسانه ایرانتی نشنال واقعا نشانگر پیروزی است. مهندسی معکوس که بهش نگاه کنید نشانگر پیروزی ملت ایران است، ولی نباید از دستیس ها غافل شیم که هستم خدمتون. امیدوارم پاسخ سوال اولتون داده باشم. اینو یادم رفت بگم در مورد 25 شهریور یه چیز خیلی خیلی مهم است. والاجا شاهنشاه پهلوی سوم که ببینید یه نکته هم بگم، اکتیویست ها و فعالین سیاسی و میشه گفت تحلیلگران وقت با روراست بودن با خودشون، یعنی بیان بگن که اوکی ما پادشاهی خواه هستیم، پادشاه خودشون رو پادشاه صدا کنن، بیان بگن ما جمهوری خواه هستیم و یا هر چیز دیگه، میان میبینیم. متاسفانه من این رو دیدم در سالهای اخیر در بین اکتیویست ها که به طور مثال طرف پادشاهی خواه تو رسانه خودش میگه شاهنشاه، میره یه جا دعوت میشه میگه شاهزاده فلان. همین چندگانگی باعث شده بود که این یونیتی نباشه، ولی الان این رو باید در برابرش ایستاد. من اومدم از روز اول پادشاهی خواه بودن خودم و فریاد زدم، به خاطر همینه که منو در گنداب رسانه نمیبینید و هیچ موقع اتفاق نخواهد افتاد، چرا که گنداب رسانه پلناش اینه و خیلی باید یادمون باشه. الان رسانه کاری کرده که ما بر این باور باشیم آنچه را که رسانه میگوید درست است. حالا رسانه اومد چیکار کرد؟ اومد رسانه ایران اینترنشنال با انعکاس اخبار، کلیپ ها، رخداد ها از جریان انقلاب ملی، قسمت زیادی از ملت ایران رو که آگاه نبودن قضیه چگونه است، این رسانه رو رسانه برانداز نشون داد. ولی در واقع من تو مونیخ هم گفتم در واقع اینا برانداز نیستن، اینا یک پروپاگاندا داشتن و اون پروپاگاندا داره طوری پیش میره که برای 25 شهریور ماه در کنار رژیم، اصلا شاید خیلی گفتن این حرف زیاد، خیلی جزئیات درونش هست، در کنار رژیم به دنبال این بودن که در صحنه، در سرفس استراکچر، در ظاهر قضیه خودشون رو با مردم نشون بدن، ولی در باطن نگاه بکنید صحبتهایی که بین اینا هست، اتفاقاتی که در این رسانه ها میفته که خیلی خیلی مهمه و شکستشون باعث میشه که ملت ایران اکنون بداند که رسانه، گنداب رسانه، ماهواره ها و اکثر رسانه های تلویزیونی که بزرگترین نقش رو در عدم موفقیت انقلاب مهسا تا به کنون داشتند اکنون به کنار برند. اگه ما قرار باشه مصدر و گیرندگی حقیقت و اتفاقات صحیح رو گنداب رسانه قرار بدیم، 25 شهریور خواهیم باخت. اهمیت این روز به نحوی است که شما در سخنرانی والاجا در واشنگتن، در اونجا بود، در من و تو و همین یکی دو روز دیروز بود که در یک بیانیه‌ای که دادن در اونجا دارن اهمیت، یک جورایی ایشون نمیتونه بگه و وظیفه ماست بگه که الان غرب به دنبال اینه که ببینه آلترناتیو پس از سقوط رژیم چیست. آلترناتیو باید یک فرد باشه. این جریان بدون معرفی یک آلترناتیو به جایی نخواهد رسید. حالا قضیه چیه؟ در سخنان ایشون در دیروز اومدن که یک شعار رو گفتن که ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. سرداده شدن این شعار پاسخ دادن به دومین فراخوان مهم ایشان در طول تاریخ است که در کنار تهدیدهایی که وجود داره از توسط خیلی ها که قبلا من در موردشون توضیح دادم، ایشون اومدن فراخوان دادن. هر کسی که میگوید ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم، میهن پرست است و اصلا دیگه ما خیلی باید حواسمون باشه، خیلی اصلا جمهوری خواهند و من خیلی باشون صحبت میکنم، به این نتیجه رسیدن که پهلوی تنها راهه. پس
ما بیایم این شعار رو استفاده میکنیم، در کنار اون ما باید حواسمون باشه به آلترنتیو. خود ایشون در مصاحبهشون، در کنفرانسشون در واشنگتن تاکید کردن که ما باید آلترنتیو خود را معرفی بکنیم. ما باید رضا پهلوی به عنوان یک کانسپت، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان میشه گفت تنها راه، به عنوان یک هایل برای انقلاب مهدی رو صدا بکنیم در کنار شعاری که ایشون معرفی کردن در فراخوان. این خیلی خیلی مهمه. غرب نگاه میکنه، خیلی خیلی دقیق نگاه میکنه. در روز 25 برای رهایی میهن اگه آلترناتیو خودمون رو در شعارها معرفی نکنیم باخته ایم. من راحت صحبت کنم، من موازی صحبت نمی کنم و حرفی هم نمی زنم که کسی دوست داره بشنوه. من حقیقت رو میگم، معرفی آلترناتیو وظیفه ما در 25 شهریور است تا به پیروزی برسیم. همین. سپاسگزارم از پاسختون. فکر میکنم به دو سه تا از سوالات هم تا حدی پاسخ دادین، چون توی سوالای بعدی در مورد آلترناتیو و همین فراخوان والاجاست میخواستیم صحبت کنیم. فقط در ارتباط با دوره گذار و حالا ربط این مسئله به دوره گذار هم اگر میشه توضیح بدید. سوال خیلی جالبی پرسیدین. این الان ببینید، در مدتی که من نبودم تو این تابستان و من اومدم در یک مصاحبه از استاد امیر طاهری حمایت کردم، من حمایتمو یه جوری بعد پس بگیرم. نه اینکه من خود ایشون رو حمایت نمی‌کنم، نه، ما با فرد کار نداریم. جریانی که پیش رفت، حمایت ایشون از مجاهدین اصلا برای من قابل درک نیست. و اونجایی که ایشون می‌خواستن در برابر والاجاه بایستن برای دفاع از مشروطه، خیلی خوبه، این نشون میده که سخنان من چند ماه پیش که من اومدم گفتم شرایط اونی نیست، افراد اونی نیستن که دارن نشون میدن، و تو این فضا هیچ کس این جرأت رو نداشت. من بلند شدم از ایشون نقد کردم، پاسخم نگرفتم، اصلا مهم نیست. ولی همان امر نشانگر این بود که ما امروز رسیدیم به این که باید این را بگوییم. ما اکیپی داریم از مشروط خواهان جمهوری طلب که بعد به طور مثال من مثلا چند تا از مشروط خواها رو که جالبه اینها رو از من از سمت ایران اینترنشنال برای اولین بار شناختم. حرفم چیه؟ الان معلوم شد افرادی هستن که حالا ما بذاریم این اتفاقات، بذاریم سالگرد تموم شه که ما صحبتمون بر ضد کسی نباشه و در کنار اون من دوست دارم فعالین حرفه‌ای عمل کنم. متاسفانه نباید، میبینم که شخصی نباید کرد قضیه رو. و الان مواضع یه جورایی مشخص شده. برای من اهمیت پهلوی خیلی خیلی زیاده. ما بازگشت پادشاهی مشروطه رو می‌خوایم با پهلوی، نه بدون پهلوی. و پروپاگانداییست‌های این تیم اومدن و سعی کردن که چجوری براتون بگم، همه چیز رو طوری جلوه بدن که درستی رو در مسیر خودشون بدونن. و کاش من بودم و نمیتونستم باشم، ولی الان برای خیلی‌ها مشخص شد که قضیه چگونه است. این اکیپ و این دوستان رو من به نظر من مشروط خواهان جمهوری طلب هستن، ما پادشاهی خواه هستیم. و خیلی خوبه، همه چیز روشن شد. من گفتم همه چیز روشن خواهد شد، باطن افراد من نظرم قصد سیاسی روشن خواهد شد و این گونه شد، چون چقدر ما میتونیم این مسیر رو پیش ببریم. و من اومدم گفتم کاش استاد امیر طاهری سازماندهی، دیدید که کارزار 3 ماهه رو ما داشتیم و ایشون از سازماندهی صحبت کردن که اتفاقی نیفتاد. یه جورایی کارزار 3 ماهه رو میتونست، یعنی قصد داشت که به صدمه بزنه. و در طول تابستان میبینیم که ارتباط بین انجمن مشروط خواهان، بنیاد کوروش و سازماندهی یه جورایی، وقتی اون آقای امیر طاهری و آقای کلاشی در اون جلسه ناهار بودن، من اونجا متوجه شدم قضیه چیه، منم اونجا نبودم. و الان دارید میبینید این طرف ما هستیم و پادشاهی خواهان مشروط خواه هستیم. و همیشه والاجا فرمودن نگاه من به جلوه. اگه ما قرار برگردیم به مشروطه‌ای که بعضی قوانین تصویب شدهش یه سری میاد بر ضد سیکولاریزم صحبت میکنه و دقت میکنید چی میگم، بعضی از قوانین مشروطه باید توسط بعضی مجتهدین تایید بشه و فلان، که اینو باید تصحیح بشه. یعنی مثل امریکا اومده امندمنت ها رو دادن. در امریکا 26 تا امندمنت هست که خودش قانون اساسی یه جورایی. ما هم میتونیم امندمنت بکنیم و چیزایی که الان در حال حاضر در سال 2023 جامعه مدرن ایران رو پوشش نمیده کنار بذاریم. میشه گفت یه جورایی این دوستان شاید بخوان مثلا با استفاده از قوانینی که در
مشروطه هست، قوانینی که مشروطه تصویب کرده بخوان بر علیه سیکولاریزم وایسن بعید نیست. پس در دورای گذار، پس از سقوط رژیم، اعلیحضرت در هاتسن فرمودن ایشون که از عدد 1 تا 3 سال صحبت شد که ایشون اینو فرمودن. چرا اینو میگن؟ چون که باید حد اکثر قضیه را در نظر گرفت. اگه ایشون بگه مثلا دوره گذار 6 ماهه اومد، خیلی هستن که مطمئن باشید بر علیه قضیه برخواهند ایستاد، اومدیم و مجبور شدیم بکنیم مثلا بشه 8 ماه، بشه 10 ماه، همین افراد بر علیه همین سخن ایشون برخواهند خواست. ایشون حد اکثر رو میگیره. در ادبیات سیاسی وقتی ما میگیم immediately که ایشون فرمودن با استفاده از این واژه که پس از سقوط رژیم افرادی بیان و این دولت انتقالی صورت بگیره و ایمیدیتلی باشه، یعنی به سرعت ما برسیم در یعنی به نحو احسن، نه عجله‌ای باشه، چون عجله کردن در امور سیاسی باعث تشویش خواهد شد، باعث اختلاف خواهد شد. پس اگه میان این دوستان تکیه میکنن بر مثلا اون 1 تا 3 سال، این یک فرض سیاسی است که ایشون باید نهایت قضیه رو بگیره. مثلا میمونه که من بیام مثلا توی اتاق بگم بچه من خودکارم رو گم کردم، یکی بگه دوست خودتی، در حالی که من فقط اومدم حد قضیه رو دارم در نظر بگیرم. بحث اینه که الان معلوم شد قضیه چگونه است و توی مدت هم خب من observe میکردم و کامل داشتم مسائل رو میدیدم. من گفتم که استاد امیر طاهری میتونستن نخ تسبیح ارتباط باشن که من دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. یه جلسه بود که اون جلسه هم که تشکیل شده دور هم بودن، همه یه جورایی یه تشویش من میدیدم که به دنبال چی بودن، به دنبال این بودن که بگم اوکی ما با هم مشکلی نداریم. ولی اکنون با اتحاد اصلا مهم نیست. ببین وقتی ما هدفمون سقوط رژیم هست، هدفمون ایران آزاد هست، میتونیم بعدها عقیده های شخصی خودمون رو بر روی بستر بذاریم. دموکراسی یعنی این که 2 نفر با 2 نظر مخالف در کنار هم به نتیجه برسن. دموکراسی یعنی این که ما در فعالیت سیاسی شخصی به قضیه نگاه نکنیم. یعنی چی؟ پدید اسم، فرد، شخص، سخن را با قضاوت شخصی خودمان ابری نکنیم. این میشه حرفه‌ای نگاه کردن. اگه توی مدت تمام اتفاقات واسه من افتاد کلا برای هیچ کی مهم نبود، اصلا مهم نیست، چون نگاه شخصی است. پس من خواستارم از همه یاران پروژه لون که من تا جایی که تونسته بهشون گفتم از اتحاد صحبت کردم، چون اتحاد وجود نداشته باشه به جایی نخواهیم رسید. و من میبینم که این بیشتر و بیشتر خواهد شد. اجازه بدیم استاد امیر طاهری نظر خودش رو داشته باشه، آقای ایکس و اپسیلون نظر خودش رو داشته باشه. این دلیل نمیشه که حتما ایشون نگاهی بد دارن به قضیه. امیدوارم من سوالتون رو پاسخ داده باشم. خیلی خیلی سپاسگزارم از پاسختون. شما در واقع سوال بعدی من رو هم تا حد زیادی پاسخ دادیم فکر میکنم، چون نگرانی بسیاری برای هموطنانمون وجود داره در مورد اپوزیسیون مشروطه خواه و حالا بقیه مواردی که فکر میکنم شما فکر میکنم گفتم دیگه. و بله، اول اینکه اینجور معلوم شد نگاه ها چگونه است و یه سری اتفاقات غیر طبیعی دیگه، ظهور افراد در مدت زمان کوتاه و شهرتشون، خب به هر حال باید به این قضیه نگاه بشه. و بعضی جریانه اومدن، یعنی پیکاپ اولشون، گریدل اولشون استفاده از مثلا حمایت از و فراخواندن و ندا دادن نام رضا شاه بزرگ است و در پشت اون ممکنه هدف دیگه ای باشه. بعدها همین آقایی بود که در ایران اومد در ضد مصدق صحبت کرد، اسمشون یادم رفت، بر ضد مصدق صحبت کرد، گفت از پهلوی اومد که یهو اومد گفت ملت ایران برانداز نیستن. غنی نژاد، فقط یه نکته، سرگیجه سیاسی نگیریم خیلی مهمه. مثلا داستان همین تروریستی سپاه که من نقد کردم از استاد امیر طاهری و موقعی من ازشون نقد کردم که هیچ کی از ایشون نقد نمیکنه. ایشون در تمام، برای من شک برانگیز، شما در تمام رسانه‌های گنداب رسانه باشی به یک باره به عنوان یک پادشاهی خواه، این گونه بود دیگه. و بعدها نظرها عوض شد، بعدها نگاه ایشون عوض شد و به نظر من عوض نشد، نگاهشون روشن شد، یعنی بر روی بستر اومد و نه بر سرگیجه سیاسی گرفت. همه چیز داره خوب پیش میره، وظیفه خودمون رو برای 25 بدون. سپاس از پاسختون. پرسش بعدی در مورد اصلاح طلبان هستش و حالا سناریو یا پروژه جمهوری بعدی که احتمال میره با حذف حجاب انجام بشه، نظرتون در این مورد چی هستش؟ خب دیگه یکی از اولین آخرین شاخه‌هاش موسی غنی نژاد بود. اصلاح طلبان و حلقه سعید شیطان، اینا کسانی بودن که اومدن، من گفتم یه هرم 114 نفری تشکیل دادن از
وزرای دولت های سابق، شاید رئیس جمهورهای دولت سابق، سران ارتشی که شاید الان سپاهی هم و سران سپاهی الی آخر، و اینا اومدن در برابر بیت رهبری بیستن که بیت رهبری الان قدرتش قدرت و یعنی معتمدترین فرد خاندان حجازی ها هستن، سید اصغر و پسرانش هستن، و اصلاح طلبان الان وقتی در کنار استفاده از جریان حجاب که قبلا خیلی وقت اینا میخوان حجابو بردارن و اومدن نرمالایز کردن، و من نقد کردم از بالای ونک نشین ها در تمام شهرها، به طور پارافریز دارم میگم که اگه ما فکر بکنیم که با آزادی حجاب داریم بر ضد رژیم میجنگیم، کاملا برعکس داریم برای رژیم کار میکنیم. اگه ما فکر کنیم آزادی حجاب و لباس های پوشیدن و چه میدونم آزادی بیان های مثلا یکی LGBTQ+ هست و الاخر، و مثلا میبینین عکس هایی از ایران میاد بیرون و دختران و پسرانی با این فرم که اینو در جنبه جهانی بیان ایران رو الان چی میگن یه حالتی نشون بدن که شرایط بهتره، اینا همش نقشه های اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان با استفاده از جریان حجاب که سعید شیطان روان مانوک عزیز شاد که ایشون میگه بهشون میگه سعید شیطان، طرح‌های زیادی چیدن که ضربه بزنن به انقلاب ملی که میان افرادی رو به یک باری بیرون میدن. و این آقای سید مهدی نصیری باید بشه رئیس کیهان. شاید حرف من الان ذره عجیب به نظر برسه، موقعی که من اومدم گفتم مولوی عبدالحمید با رژیمه، خیلی‌ها داشتن حمایت میکردن فلان، نه اینجوری نیست فلان، متوجه شدیم اصلاح طلبه. غنی نژاد هم که من نشد در موردش صحبت کنم، و الان مثلا آقای نصیری هم امیدوارم و به زودی این گونه خواهد شد. یعنی افرادی رو میارن در پروپاگاندای خودشون اصلاح طلبان که زمان رو بگذرونن. ببینید مثلا یه سری ها میگفتن آقای ایکس با رژیم یا با رژیم نیست، همین که ما در این نبرد باشیم که طرف رو با رژیم یا با ببینیم یا با رژیم نبینیم، این خودش گذر زمانه، این خواسته رژیمه. اصلاح طلبان به دنبال خلق جمهوری گلوبالیستی وابسته هستند که حتی شاید بیان مثلا بخوان مسیح علی نجات بکنن رئیس جمهور اول. اینا چون هنوز اتفاق نیفتاده، یه ذره هضم و کانسپتش سخته. پارسال همین موقع اگه از مثلا خیابون‌های شمار شهر هر شهری عکس می‌گرفتیم و میبردیم پارسال همین موقع نشون مردم میدونیم، کی باورش میشه؟ پس بدونیم که از هیچ کس اصلاح طلبان پلنهایی دارند که ما رو فریب بدن با همین آزادی هایی که هست، چه میدونم حجاب و اینا، نباید فریب بخوریم. و اگه بالای ونک نشین ها در هر شهری فکر بکنن با آزادی حجاب دارن با رژیم میجنگن، دارن برای رژیم کار میکنن. زیرا که رژیم وقتی میاد میبینه که خب گفتم که اگه هدف نهایی ما مبارزه با حجاب باشه، ما برای رژیم کار کردیم. و متاسفانه دیده میشد، و من از همه جوانان، بچهای پروژه لون که نیاز ندارم، میخوام که ما وظیفه ما در 25 این است که به سقوط رژیم بیاندیشیم و نه به بازی در زمین اصلاح طلبان. خیلی شرایط سخته، خیلی واقعا تشخیص سخته، و همینه مبارزه با حجاب از طرف اصلاح طلبان است. حجابو برداریم، نرمالایز کنیم، جمهوری بیاریم، فلان کنیم، و همه دارن بر علیه پهلوی حرف میزنن. خیلی جالبه، همه دارن بر علیه پهلوی حرف میزنن. هستم خدمت. سپاسگزارم از پاسختون. سوال بعدی در مورد گنداب رسانه بود و حالا عملیات تخریبی پروپاگاندایی که دارن، که فکر می‌کنم جواب دادم سوالتون رو. بله، اگه راجع به خانم سیما ثابت صحبت کنم. آره، در مورد خانم سیما ثابت چند ماه پیش گفتم که چگونه است که چون همین میشه جزء پلن دیگه، اینا از قبل برنامه ریزی کرده بودن. به یک باره میبینید با آغاز انقلاب ملی که اون موقع جنبش مهسا بود، تمام یعنی نونوا و بقال و چپقال این احزاب کومول و دموکرات هم دعوت شدن اینجا. هیچ کی اینا رو نمیشناسه، و خانم سیما ثابت به عنوان شاگرد ارشد پدرخوانده صادق زیباکلام به بیرون میاد، و الان موقع استعفای خودشون هم داره مردم فریب میده. والاجا پهلوی سوم در سخنان اخیرشون هم فرمودن، ببینید سریعا بعد از اون مسیح علی نژاد میاد در علیه این قضیه صحبت میکنه، حرفای خودش در جورجتاون رو که گفتم، جورجتاون مستری بود و بستری بود برای الیت جهانی، جوامعی که از World Economic Forum، مجمع جهانی اقتصاد، دافوس،
از بلک راک، از تمام جهانخواران گلوبالیستی که هر کدوم یک نماینده گذاشتن، از راکفلر ها، راسچایلد ها که من سالهاست دارم در موردشون صحبت میکنم، همیشه اینو میگم، خیلی هم میگفتن چرا از داخل صحبت نمیکنه، گفتم معلوم میشه. و الان متوجه شدیم که جورجتن میاد نمایندگان خودشون آوردن که از اعتبار پادشاه ایران استفاده کنن، که با دادن اون منشور هم ما رو به ترس بنشانن که تا حدی موفق شدن، هم بر علیه پادشاه حرکتی زده باشن، یعنی بخوان پایگاهشون رو تخریب کنن، که موفق نشدن. جلوتر که بیایم الان در همونجا مسیحی نجات از آشتی ملی صحبت میکنه، و سپس الان به محض اینکه والاجا از آشتی ملی میگن، ایشون میاد اینو تخریب میکنه. هر کسی که شما رو ترسوند، هر کسی که نظامیان رو ترساند، هر کسی که کسانی که جرم و جنایتی نکردند همه را ترساند و همه را خواست بذاره گوشه دیوار ببنده رگبار، با رژیمه دیگه. الان فرصت نیست که بگیم از روی مثلا سهون این کارو کرده، نخه. هر کسی که بر علیه ریزش نظامیان به سمت مردم با ایجاد ترس، با ایجاد بس چه میدونم سیاه‌چاله هایی که شما رو میندازن سیاه‌چال اعدام میکنن فلان فلان، هر کسی این حرفا رو بزنه در این روزها، ببینید با رژیمه. کسی که با رژیم دشمن مردم و دشمن ایرانه. شاید حرف من خیلی چی باشه که الان هر کسی اومد گفت بدونید با رژیم. آقا مگه میشه؟ ما داریم میگیم، پادشاه ما داره میگه شما اگه جنایتی نکردید بیاید سمت مردم، و این اتفاق داره با سرعت خیلی زیادی میفته. شاید شما تو ظاهر نبینید، چون رژیم میاد رژیم تصویرها رو داره از بین میبره، ولی در بستر داریم میبینیم. مثلا داریم میبینیم که میگم مثلا ماه اخیر یکی از یکی از ماهایی بود که بیشترین تعداد افراد در خیابان بودن، ولی چیزی نمیبینیم. و خیلی بعد حواسمون باشه که رژیم هم اینترنت رو قطع خواهد کرد. اگه ما بخوایم کلیپ محور بشیم که ما هر چقدر کلیپ بیشتر دیدیم از محسو بعد بریم بیرون و فلان، نه، میریم بیرون و کارو تمام میکنیم. و در این مورد هر کسی اومد نظامیان رو ترسون، ترس افکنی کرد، بر ضد آشتی ملی حرف زد، دشمن ماست، با رژیمه. میخواد من باشم، میخواد هر کسی دیگه ای باشه. من اومدم بارها هم داریم میگیم هر کسی که جنایتی نکرده، هر کسی که با رژیم همراه نبوده، حتی آشتی ملی یعنی این که اون آقایی که اومده بر علیه مردم فعالیت کرده، کسی کتک زده، کسی کشته، آنها هم عادلانه محاکمه خواهد شد. آشتی ملی برای اونها هم هست که طرف بدونه درسته من مثلا یه باتون زدم، قرار نیست مثلا جرمم به اندازه کسی باشه که آدم کشته. در دوره 2023 دیجیتال هستیم، طرف یه خانومه رو کتک زد، از نصف صورتش فرداش اسمش اومد بیرون، فراری وجود نداره. الان ما در AI و 5th generation warfare هستیم، یعنی این نیست که طرف بگه اوکی من بر ضد مردم هر کاری بکنم، کی دید دوربین نیست فلان، معلوم خواهد شد. هشدار ایشون هم در فراخوان اخیرشون کاملا نشون داد. پس کسانی که میان مردم به کتک میزنن، بدونید که محاکمه خواهید شد. الان آخرین فرصت، نون به نرخ روز خوردن نداریم که بگیم اوکی حالا که رژیم نیفتاده تا تهش من با رژیم وایسم یهو بیام سمت مردم، نخیر. شما الان موقعشه که بیاید. و هر کسی هم اومد نظامیان را ترسان، برای بار سوم دارم میگم، با رژیمه. هستم خدمت. سپاسگزارم از پاسختون. بله دقیقا این موردی بود که خیلی ها نگرانش بودن، و خب قطعا ریزش خیلی کمک میکنه به اینکه زودتر ما به هدف انقلابمون برسیم. و خب هر کسی، منم موافقم کاملا که هر کسی که مقابلش بیسته قطعا با رژیم خواهد بود. در ارتباط با تحرکات اخیر در خاورمیانه و اینکه احتمال وجود داره که مثلا حمله بشه، حمله‌ای وجود داشته باشه از طرف ناتو، مثلا برنامه‌ای وجود داشته باشه، دسیسه‌ای وجود داشته باشه، در این مورد اگه توضیح بفرمایید. سخنران ناتو بود، اومد اون عکس تجزیه ایران رو، یه عکس تجزیه ایران هست که چند تیکش کردن و پست کرد اخیراً. ببینید الان دارن میگن که اتفاقاتی در سوریه افتاده و امریکا به یک بار اومد مرز سوریه و عراق رو بست، چرا که جمهوری اسلامی به دنبال این است که عراق را تبدیل به زمین مبارزه با دشمنان خودش بکنند، یعنی دفاع رو جلو چیده. از قبلم با لبنان و فلسطین بود، در برابر اسرائیل دفاع رو از جلو چیده که شرایط و حالتش امن‌تر باشه. و اینو بهتون بگم، به یک باره دیدیم که نیروهای نظامی امریکایی به سوریه اومدن، مرز سوریه و عراق رو بستن. الان از استعفای، الان که 17 شهریور است، از استعفای بشار اسد صحبت میشه که گفته من با روس قطع ارتباط کردم، با جمهوری اسلامی هم قطع ارتباط خواهم کرد، و یه قولایی داره به امریکا میده. اتفاقات طوری پیش خواهد رفت که به نظر من
به نظرم اتفاقات طوری پیش خواهد رفت که ناتو که از 30 کشور تشکیل شده که اینها جمع شدن دور هم مثلا خواستن امنیتی ایجاد بکنن و خطرناک به نحوی است که اینها شاید بخوام اگه مار ملت ایران رو در کاری که میخوان انجام بدن کم توان ببینن. یعنی چی؟ یعنی رژیم میاد میگه شما بیان اصلا تکنیک جنگ رو بگیم، یعنی بیایم یه پروپاگاندا رو بندازیم، قرار جنگ بشه که من و شما شل کنیم، که من و شما قسمت حتی قسمتی از وظیفه ملی خودمان را به دوش جنگ بندازیم. خیلی مهمه، به هیچ وجه نباید به این دقت بکنیم. این اتفاق نخواهد افتاد، چون ما الان در شرایطی هستیم که داریم میبینید نخست وزیر امور خارجه اسرائیل در بحرین بود و اینها خیلی خوشحالن که پیمان ابراهیم صورت گرفته، به دنبال صلح با عرب بودن، جمهوری هم که اسلامی هم لولو خورخوره بود، 100% نمیشه گفت چه اتفاقی قرار بیفته، ولی اینکه بخوان جنگ بکنن یا فلان کنن، نه این گونه نیست. خواهند ایستاد تا ندای ملت ایران رو ببیند. و اینم حواسمون باشه، من قبلا 3 ماه پیش گفتم 25 شهریور میتواند پیکی باشد برای یعنی دامنه‌ای برای پیک‌های بعدی باشد، و اینکه ما میگیم ممکنه 25 شهریور احتمالش خیلی زیاده تموم بشه همه چیز، ولی اگه 1% به آن نتیجه نهایی نرسیدیم، این تازه باید اول کار باشه. مثل کسی میمونه که ما بوکس رو زدیم به گوشه رینگ بردیمش، یهو بگیم که خب دیگه به من گفتن مثلا 20 تا بوکس بزن، در حالی که میدونی یکی دیگه بخوره طرف از سوش میره 20 تا رو ول کنی برگردی. شرایط اینه. پس 25 شهریور میتونه قله یا پیکی برای پیکای بعدی باشه. و از نظر خاورمیانه، از نظر خاورمیانه که بخوای نگاه بکنیم، رژیم رفته با حوثی ها با نیابتی های خودش در لبنان و فلسطین صحبت کرده. یه نکته ای هم بگم، در زمان انقلاب ملی بود افرادی بود از واگنر بودن، از گروه واگنر دیده شدن در تهران، و رژیم به دنبال این خواهد بود که از خارجی ها بیاره کسانی رو راضی بکنه. به شدت در فقدان تعداد نیرو به سر میبره، به شدت این قضیه، این شدتش خیلی خیلی زیاده، و دست بالا رو ملت ایران دارن. به راحتی 25 شهریور میتونه خیلی خیلی روز زیبایی باشه. و مهسای عزیز، این جاوید نام طبعا از همه ما خوشحال و شاد خواهد بود، چون که ما هممون به میهن خودمون بدهکاریم و وظیفه خودمون رو باید ادا بکنیم. چه روزی 25 شهریور به نظر من باشم روز 25 شهریور اصلا وارد گوشی و اینا نمیشم، صاف میرم خیابون و رضا پهلوی شاهزاده رو صدا میکنم، یا بالاجاه رو صدا میکنم، یا خیلی بود یکی داشت میگفت چی، قبل و بعد رفراندوم تنها امید مردم رضا پهلوی، این از شعار ملی. خیلی چیز جالبی بود، یکی از دوستان به من گفت، نشسته بودم شد، قبل و بعد رفراندوم تنها امید مردم رضا پهلوی، این از شعار ملی. بدون ایشون به جایی نخواهیم رسید و ایشون خیلی صبر داشتن. پس جواب سوال شما اینه که به نظرم نباید دقت بکنیم چه اتفاقاتی در خاورمیانه میفته. تحریکاتی هستن برای انحراف اذهان ما، اینها دوست ندارن هیچ کشوری، هیچ دولتی دوست نداره ایران دست ملتش بیفته، هیچ دولتی، یکیش هم دولت آلمانه، به هیچ وجه. پس ما میتونیم بهشون ثابت کنیم که همه چیز دست ماست. گیلاگمنیر هم در این مورد صحبت کرد. بله بله، اتفاقا سوال بعدی در مورد خانم گیلاگمنیر هستش، اینکه شما چند ماه پیش گفتید که مهمترین سفر بالاجاه سفر اسرائیل ایشون هستش، و با توجه به کنفرانسی که خانم در کنفرانسی خانم گیلاگمنیر و اینکه ایشون آزادی ایران رو قریب الوقوع میدونن، و حالا میخواییم که نظر شما رو در مورد این سفرها و ارتباط بالاجاه با ایشون و تاثیر ایشون بدونیم. ببینید، رضا پهلوی، کانسپت رضا پهلوی، میخوام از دیدگاه یک غیر پادشاهی خواه یک نگاه سیاسی بکنم، فردی است که منو یاد کی میندازه، بذار نگم یاد کی میندازه، از نظر سیاسی انقدر ایشون باهوش عمل میکنه که فردی که سیاست رو نشناسه ممکنه اصلا ایشون رو بگه اصلا فعالیت سیاسی نمیکنه از نظر پلن ها. ولی کاری که ایشون کرد، یعنی اون جریانی که شروع شد از سفرهاشون و دعوتایی که از طرف میان پرستو صورت گرفت در اروپا، خانم ماریا بارتیرومو در فاکس نیوز اومد و ایشون رو یور هاینس صدا کرد که من گفتم چقدر مهمه، و سپس کسانی دیگه که ایشون رو دعوت کردن در سمینارها، دیگه ایشون رو کسی شاهزاده صدا نمیکرد، ایشون رو یا والاج، من ترجمهش میکنم والاجا صدا میکنن. چرا؟
این اهمیت کار ایشون رو نشون میده. ایشون که نرفته بگه به من بگین مثلا والا جا یا به من بگین فلان، دلیلش چیه؟ وقتی ایشون رفت به اسرائیل، من گفتم مهمترین سفر سیاسیه، الان متوجه میشیم بعد از چند ماه حرف من میاد بیرون که خانم گیلا یمریل میگه موقعی که در برابر کنار دیوار نطبه بودم، رضا پهلوی کنارم بود که نگاش کردم یه حسی به من دست داد، کوروش رو میده بود اونجا. من اومدم چی گفتم؟ گفتم خانم گیلا یمریل عاشق والاجاه شده بود. منظورم رو درست میگیرید حتما. این مرد با تزریق اخلاق به سیاست، با تزریق درستی و عشق به سیاست، به تمام خیلی از سیاسیون جهانی هم فهماند که آقا جان ایران این چیزیه که من دارم بهتون میگم. سفر ایشون به اسرائیل بسیار بسیار مهمه که الان همزمانیه فراخان ایشان با گیلا یمریل. مگه ایشون میتونست فراخان بده؟ خاندان پهلوی که از ایران خارج شد میدونه چه اتفاقی افتاد؟ ایشون اجازه فراخان، ایشون اومده فراخان میده، بذارید کنار، اومده برای شعار هم اضافه میکنه بهش. این از کمک های خانم گیلا یمریل میتونه باشه. خانم گیلا یمریل از نظر سیکوریتی میتونه کمک بکنه که طبعا اتفاق افتاده، من بیشتر نمیتونم توضیح بدم، به والاجا. و این خیلی خیلی مهمه. من از ایشون سپاسگزارم، قبلا هم از ایشون سپاسگزار کردم، ایمیل هم براشون دادم که یکی از مهمترین، بذارید بگم مهمترین فرد از نظر خارجی ایشون بود. چرا که کنفرانس چیو داشتیم ما، جروسالم پست بود، ایشون میاد پیش والاجا، بعد میره واشنگتن، قبل از اینکه بره پیش آقای مایک پومپیو میاد پیش والاجا، میره پیش مایک پومپیو، گفتم سپس جروسالم پست که 200 نفر از گفتم نصف جهان رو اداره میکنن، والاجا رو دعوت میکنن، ایشون میره اونجا صحبت میکنه. و جزینه وقته سر ریچاردسون، سر ریچاردسون از رؤسای چجوری نصف بیگ تک و نصف یعنی چی میگن کانسپت های اقتصادی جهان دست ایشونه. و من ببینید که از این چی دیدارشون در اون جزیره ویدئوی خاصی بیرون نمیاد. اونجا چه گفته؟ چون که طرف ایشون رضا پهلوی پادشاه ایران بوده و ایشون شناسونده و شخصیت ناب ایشان باعث میشه که ایشون آقای خانم گیلا یمریل میاد از آزادی و آزادی قریب الوقوع وقوع ایران صحبت میکنه توسط مردم ایران. خیلی جالبه. این مثل چی میمونه؟ کوه یخ میمونه. میدونی کوه یخ 90%ش 90 قسمت زیادی بالای 90%ش زیر آبه. اتفاقاتی که داره میفته مثل همینه که بالای کوه یخ میشه فراخوان ایشون، بالای کوه یخ میشه کنفرانسی که خانم گیلا یمریل داشتن. و من ازشون سپاسگزارم. اتفاق خیلی خوبی در راهه و جهان داره نظاره میکنه که ما به شخص چقدر وظیفه خودمون رو انجام میدیم. مجددا میگم آلترناتیو رضا پهلوی رو صدا کنید، رضا پهلوی رو صدا کنید، ما ملت کبیریم رو هم بگوییم تا آزاد باشیم. حق ما آزادی و رهایی است و کسانی که بر علیه این جریان بیستن واقعا واسه شون متاسفم. شخصا میگم یعنی دوست دارم بشینم روبروی اینو بگم چیه حرف شما؟ منظور شما چی از زندگی؟ این تنفر شما از چی؟ و من اگه حتی پادشاهی خواهم نباشم، وقتی میبینم فردی بدین گونه در تمام این مدت ایستاده، پدر و مادرش رو فوش ناموسی دادیم، میتونستن برن توی جزیره شخصی پشت بکنن به ملتی که ناآگاهانه بهشون خیانت کردن، چه بهتانهایی که به مادرشون اولیا حضرت شهبانو زده شد و ایشون ایستاد. و ایشون کسیست که باعث میشه گیلا یمریل بیاد یک هفته قبل از 25 شهریور بیاد این حرفا رو بزنه. اینا همش کدهایی است که خب طبعا الان معلوم شد قضیه چیه. همزمانی فراخوان و این مصاحبه و مثلا بعد مصاحبه قبلی ایشون و اینا، اهمیت این کار یه جورایی باعث میشه که دشمنان ایران که یه جور الان دچار وهم هستن و الان دچار ترس هستن سری بیان بر علیه ایشون صحبت کنن. هرچی بیشتر بر علیه ایشون صحبت کردن موفقیت ایشون رو نشون میده. ما اینجا خانم گیلا یمریل تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم و از پاسخ جامع و کامل شما هم سپاسگزارم. من مهمترین پرسش هایی که به نظرم اومده بود و جمع‌بندی کرده بودم از پرسش های همیهنانمون مطرح کردم. شما اگه نکته خودتون دارین. سپاسگزارم از دعوت شما، امیدوارم که سوالا پاسخ داده شده باشه. مجددا به یاران پراجکت لون دارم در دوربین شما بگم که ازتون سپاسگزارم و 25 شهریور و به بعد از اون نشون بدیم که بیدار هستیم، نشون بدیم که ما
میخوایم ایران را پس بگیریم و حق ماست. خانه ما را غصب کردن، ارث ما ایرانه و ارث ما را غصب کردن. و من حاضرم همین الان در این مسیر جون بدم، همین الان. اصلا اگه کمکم به مسیر نکنه، نکرده، ولی خب تو دل خودم میدونم که تو این مسیر این کارو کردم. اگه به جای به روحی حق طلبی رسیدیم، اگه به این رسیدیم که میهنمون واسه همون مهم باشه، آینده خودمون مهم باشه، رژیم به دنبال این بوده که ما به رغبت برسیم، در ماتریکس دروغ رژیم باشیم، به درد همدیگه بی توجه باشیم، از ما رو از هم دور کرده که راحت قابل شکستن باشیم. وقتی درد همدیگه رو درک کنیم، که من اینو خیلی بیشتر دارم میبینم، و رژیم ببینه که ملت ایران همدله با هر نگاهی، شما میتونید چپ باشی، فمینیست باشی، لیبرال باشی، کامیونیست باشی، سوشالیست باشی، بعد مارکسیست باشی، پادشاهی خواه باشی، اگه ایران رو دوست دارید الان باید ببینید انتخاب درست چیه. انتخاب درست اتحاده. و پیشنهاد من اینه که پشت شاهزاده بیستیم و ایشان تنها کسی است که در دوران رژیم پس از سقوط رژیم، من نمیخوام برای پس از رفراندوم پیش بینی کنم، در دوران پس از سقوط رژیم به عنوان رهبر، به عنوان رهبر این جریان میتونه ما رو به خوشبختی برسونه. و واقعا من از ایشون سپاسگزارم که عمرشون رو توی مسیر گذاشتن، موهاشون رو توی مسیر سفید کردن. خیلی باید ما سنگدل باشیم که نبینیم اینو، و جریان‌هایی وجود دارن که اینو میبینن، چرا که صندلی لیسان و قدرت طلبان حاضرن هر کسی رو حذف کنن که بر روی صندلی باشن. و امیدوارم و مطمئنم که پیروزی رخ خواهد داد. ولی اگه حرف من باعث بشه که ما مثلا یک نفر بگه خب پیروزی رو خواهد داد، من بشینم خونه یا کاری نکنم. 25 شهریور رو باید تبدیل بکنیم به روزی که در تمام تقویم ها ثبت بشه و این گونه خواهد شد. این وظیفه ماست. از شما سپاسگزاری میکنم و ایران همه چیز هست. سپاس. من از شما سپاسگزاری میکنم با امید اینکه 25 شهریور اتفاقهای بسیار خوبی بیفته، اتفاقاتی به وجود بیاریم به نظر من. بله، همگی در کنار هم دیگه، همه میهن پرستان در کنار هم دیگه، و شما هم تندرست و سالم باشین و پیروزی ایران رو در کنار هم دیگه جشن بگیریم. حتما این گونه خواهد شد. از شما هم سپاسگزارم. شب روزتون خوش. من همینطور از شما سپاسگزاری میکنم. شب شما خوش. زنده زنده.